Canada. This beach here, if exposed to the north, ما نزدیک آبهای اقیانوس جنوبی هستیم. به جزایری که در این منطقه هستن، به علت شکاف‌های صخره‌ای اطرافشون و عمق کم آب به سختی میشه نزدیک شد. به همین دلیل باید در فاصله تقریباً زیاد از سواحل توقف کرد. در آرامش این آب‌های متروک، صدای عبور یک کشتی سکوت ساکنان را برمی‌آشورد. برهوتی از آب پیش روی ماست. پیش می‌رویم و زیر پای کشتی ما دریا رام می‌شود. از جزایر کروزا آمده ایم و در راه جزایر کرگوئلن هستیم. جغرافیای سیاسی قطب جنوب را تمام نواحی زیر 60 درجه می داند. اما طبیعت تابع سیاست نیست. نشانه های طبیعی به ما می گویند به حاشیه قطب نزدیک می شویم. این را می توان از وقوع پدیده همگرایی فهمید. این پدیده با افت سریع دما همراه است و در مرز متحرکی که به باد و جریان آب بستگی دارد رخ می‌دهد. در فاصله یک چشم برهم زدن، دمای 5 درجه‌ای به 2 درجه تقلیل می‌یابد. جهانگرد فرانسوی جوزف کرگوئلن در سال 1772 این مجمع الجزایر را کشف کرد. اندکی بعد سیل صیادان به این منطقه گسیل یافت. افراط شکارچیان آمریکایی و اروپایی نسل نهنگ و فیلفک را تا مرز انقراض پیش برد. بعدها محدودیت صید این فرصت را برای حیات جانوری این زیستگاه فراهم آورد تا رمق بگیرد و تداوم یابد. گذر جیمز کوک دریانورد مشهور نیز در سال 1776 به این سرزمین افتاده است. نزدیک ساحل، کافی نبودن عمق آب، پیش رفتن کشتی را ناممکن می کند. همانجا لنگر می اندازیم. برای بررسی اوضاع، بالگرد راهی جزیره می شود. میزبان دیگری به استقبال من آمده است. دلفین کامرسون شناگر چالاکی است با طولی حدود 1 متر. نیم
از سوی دیگر به سمت جزیره می رویم. شناور بر آب. در این سکوت بی پایان جای پرنده‌های شهر نشین خالی. نشسته بر قایقی از باد، احساس کاشفانی را داریم که دیر به وعدگاه رسیدم. طبیعت این منطقه به گونه ایست که اگر با قایق هم از خطر شکاف ها و تخت سنگ ها بگریزی، گیاهان دریایی بر راهواری مسیر می آشوبند. در این کویر آب و تنهایی آنها خار مغیلانند. به ساحل رسیدن همیشه دلچسب است و گام بر چنین ساحلی نهادن شگفت‌انگیز. از فرار نکردن و ماندن فوک‌ها تعجب می‌کردیم. شاید به بی خطر بودن ما آگاه بودند یا از خطرهای ما ناآگاه. فوک‌ها، این ساکنان سواحل کرگوئلن، مستمعان صبور صدای امواجند، چنان آرام و رام که انگار از خواب افسانه برخاستند. این فیلفوک تنومند جنوبی
که خود منزلگاه و غذاکده حشرات است، با رنگ قهوه‌ای و وزنی حدود 5 تن، مرد یک خانواده است. راحتی مخمل سبز رنگی از گیاهان به جای صخره‌های سرد و سخت، این فیلفوک ماده را از ساحل کمی دور کرده است. آنها همیشه توسی رنگ هست. سفر همیشه رفتن نیست. گاه باید نشست و گوش داد، دید و نپرسید، فقط ناظر بود و نظربازی آغاز کرد با طبیعت که زیباست و نشانی زیبارویی زیباترین. چقدر قبط برانگیز است زندگی در این سکوت. پرسه زدن میان سنگ ها و صخره ها و آفتاب گرفتن در این جزیره آرامش. و پرندگان هم سفران با وفایی بودند که در هر منزل با ما اتراق می کرد. پرواز مؤثر آلباتراس ها موجب می شود با کمترین نیرو مسافتی مدید را در آسمان بپیمایند. پیوند زناشویی در میان آنان تا سالها برجا می ماند. آلباتراس ها جایی آشیانه می سازند که بر دریا اشراف داشته باشند. آنها عمری طولانی دارند و گاه به 50 سالگی هم می رسند. جزیره اصلی این مجمع الجزایر زمین بزرگ نام دارد که حدوداً 150 کیلومتر از شرق تا غرب و حدوداً 120 کیلومتر از شمال تا جنوب آن امتداد یافته است. سرعت باد سبب شده تا پوشش گیاهی اینجا کوتاه بماند. حداکثر حدود 8 سانتی متر. سوی دیگری از جزیره زیستگاه گونه از پنگوئن ها بود که تا به حال آنها را ندیده بودیم. یکی از زیباترین موجوداتی که در طول سفر به چشم من آمدند. یکی از گونه های اصلی پنگوئن ها گونه راک هاپر است که در صخره های سخت زندگی می کنند. پنگوئن های ماکارونی نیز با کمی تفاوت جزو همین گونه. این گونه را در مناطق نزدیک اقیانوس جنوبی می توان دید.
بیشتر در مرز اقیانوس هند. آب و هوای قطبی سردتر از آن است که این پنگوئن ها بتوانند در آن تاب بیاورند. من چندین سالی که به طور ویژه روی جزایره کرگوئلن و علل خصوص موجوداتی که در اونها زندگی میکنن تحقیق میکنم. منطقه که الان حضور داریم جزء معدود قسمت‌هایی که پنگوئن‌های راک هاپر در اونها مشاهده میشن. در 30 سال اخیر پنگوئن‌های راک هاپر آسیب‌های فراوونی دیدن و 24% از جمعیت خودشونو از دست دادن. ارتفاع 55 سانتی متری و وزنی بیشتر از 3.5 کیلو اونها رو به یکی از کوچکترین انواع پنگوئن‌ها مبدل کرده. راک‌هاپرها ابروهای زرد رنگی دارند که بالای چشمان قرمزشون خودنمایی میکنه. پاهای اونها هم صورتی رنگه. کلن پنگوئن‌ها پای سیاه یا صورتی دارند. پنگوئن‌های راک‌هاپر گردن بسیار کوتاهی دارند، به طوری که در بسیاری از اوقات با شکمشون پیوسته به نظر میرسه، چیزی شبیه به پنگوئن‌های آدلی. ولی شاپنگوئن‌ها و پنگوئن‌های امپراتور گردن‌های بلند و مشخصی دارند. پنگوئن‌های راک‌هاپر ماهی، حلزون، پلنکتون و خرچنگ می‌خورند. مهم‌ترین دشمنای اونها فوک‌ها، کوسه‌ها و نهنگ‌های قاتل هستند. در واقع اونها در میانه زنجیره غذایی هستند که با فیتوپلانکتون‌ها شروع میشه. پنگوئن‌های راک‌هاپر اجتماعی و خانواده دوست هستند. نرها و ماده‌ها هر دو روی تخم‌ها می‌خوابند و با هم از جوجه‌ها مراقبت می‌کنند. کارشون جست و خیز میان صخره‌ها و پلکیدن و پرسه در ساحل. اونها علاقه زیادی به جمع کردن سنگ‌ریزه‌ها دارند و در این کار با هم رقابت می‌کنند.
در پوشش گیاهی قطب تنوع چندانی به چشم نمی آید. گیاهان اینجا می رویند که تاب سوز و سرما را داشته باشد. جلبرگ هایی که روزی 2 متر رشد می کنند از شاخصترین انواع گیاهان اطراف کرگوئلان هستند. چنین رشدی در میان موجودات جهان کم سابقه است. آنها منبع تغذیه مناسبی برای سایر محسوب می شود. سرخس ها گروهی از گیاهان هستند که تعدادشان افزون بر 20,000 گونه است. خوش شده این گیاه کاربردهای تزیینی دارد و در تهیه جوهر نیز به کار می آید. علف توسک گیاهی با ریشه‌ای بسیار بلند است که می‌تواند آب را از عمق 2 متری جذب کند. رشدان به صورت دسته‌ای یا خوشه‌ای است و عمری بیش از 1 فصل دارد. کلمه کرگوئلان یکی از گیاهان این نواحی است. گیاه خوردنی که حاوی مقادیر ارزندهی پتاسیم است. زمان بازگشتن فرا می‌رسد. اما جلبک ها باز هم دست از دامن قایق بر نمی دارند. منظره می ماند و ناظر می رود به تماشای نظرگاهی نو و این تنها دلخوشی ماست که از رفتن ناگزیریم و از دل برکندن. باز کشتی منتظر ماست تا سفر را ادامه دهیم.